سال پیش در چنین روزی ایران شاهد یک قیام شکوهمند دیگه بود. روز اول اسفند سال 89 در شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، همدان و چند شهر دیگه مردم و جوانان مبارز در اعتراض به کشتار فرزندان خلق توسط مزدوران جنایتکار خامنه‌ای در قیام 25 بهمن 89 به پا خواستند و فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در این روز ماموران وزارت بدنام اطلاعات در شیراز یک دانشجوی رشته زیستشناسی به نام حامد نور محمدی رو با پرتاب از بالای پل به شهادت رسوندند. با درود به همه شهیدان راه آزادی و سلام بر قیام آفرینان اول اسفند، برنامه امروز زمان برخاستن رو شروع میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به پاراگراف روز. ماه بهمن را در حالی پشت سر گذاشتیم که حرکت‌ها و خیزش‌های اجتماعی هموطنان اوج تازه‌ای پیدا کرد. به رغم سانسور شدید خبرهای اعتراضی توسط حاکمیت آخوندی، گزارشگران سیمای آزادی توانستند بیش از 313 حرکت اعتراضی مردم علیه نیروهای سرکوبگر و چپاولگر حاکمیت آخوندی را گزارش کنند. 60 مورد کارگران، 30 مورد دانشجویان و 34 مورد کارمندان، کشاورزان، کسبه و بازاریان از جمله تجمعات اعتراضی بهمن ماه بوده است. ماه گذشته 70 مورد درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر علیه تحمیلات ارتجایی در مورد پوشش، ماهواره و تفکیک جنسیتی گزارش شده که در 20 مورد مردم و جوانان، مزدوران بسیجی و به اصطلاح آمران به معروف را گوشمالی دادند. ماه گذشته بیش از 110 مورد حرکت‌های اعتراضی مردمی علیه کمبودهای خدماتی، چپاولگری‌های حکومتی، مالباختگان و مشکلات محیط زیستی بیشترین اعتراضات بهمن ماه را به خود اختصاص داده است. مهمترین حرکت‌های اعتراضی و خیزش‌های اجتماعی ماه بهمن تظاهرات‌ها، تحصن‌ها و خشم و خروش مردم به جان آمده خوزستان علیه خاک‌آلودگی هوا بود که از روز نهم بهمن تا آخرین روز بهمن ادامه پیدا کرد. اقشار مختلف اجتماعی در این تظاهرات ها شرکت کردند و با شعارهای کوبنده خود خواهان برکرانی کارگزاران دزد و فاسد حاکمیت آخوندی شدند. مسئول سرقت آبهای خوزستان توسط سپاه پاسداران و سایر کارگزاران رژیم، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و بروز پدیده ریزگردها به صورت دائمی شده که زندگی انسانی و گیاهی را مورد تهدید جدی قرار داده است. به رغم دستگیری‌ها و حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر انتظامی به تجمعات اعتراضی مردم خوزستان، تظاهرات مردمی روز به روز گسترده‌تر شد و روز 28 بهمن همزمان با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست رژیم در استانداری خوزستان، تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: بازداشتی با غیرت آزاد باید گردد. خشم و اعتراضات کارگران به جان آمده در کارخانه های مختلف در بهمن ماه به درگیری های مکرر بین آنان و مزدوران سرکوبگر رژیم انجامید. کارگران در مواردی مدیران وابسته به رژیم را گوشمالی دادند. در آخرین نمونه آن، کارگران کارگاه انرژی گستر در اصلویه و از زیر مجموعه های چپاول شده توسط سپاه پاسداران است. در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان، معاون این مجموعه صنعتی را به گروگان گرفتند و اعلام کردند تا پرداختن حقوقشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. در بهمن ماه 8 مورد اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی گزارش شده است. علاوه بر این، هواداران زندانی سیاسی محمد علی طاهری چند بار در برابر زندان اوین و مراکز قضایی به تجمعات اعتراضی و افشاگران دست زدند. در حالی با بهمن ماه خداحافظی می‌کنیم که در اسفند ماه
علاوه بر اعتراضات معمول اجتماعی، ابعاد گسترده حرکت‌های اعتراضی و ضد حکومتی چهارشنبه سوری هفته‌های پایانی سال 93 را برای دیکتاتوری ولایت فقیه به کابوسی از آتش و قیام تبدیل کرده است. وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم، دلمون به درد میاد. از اخراج 1/3 زنان کارگر تا رسیدن زنان سرپرست خانوار به 2,540,000 نفر، از حاشیه نشین شدن 11 میلیون نفر تا اینکه 24% مردم ایران هیچ درآمدی ندارند. اما وقتی با هر کدوم از خانواده‌هایی که با این مشکلات مواجهن برخورد می‌کنیم، یک دنیا سخن دارند که عزم ما رو برای تغییر وضع موجود جذب‌تر می‌کنه. وضعی که باعث و بانیش دیکتاتوری غارتگر ولایت فقیه. روایتگونه ای داریم از نزدیک با مادر و فرزندی، چادرنشین، نه در اعماق صحراها بلکه در وسط شیراز، کلان شهری در قلب ایران. عکس ها را در ایمیلم دیدم، با نامه ای از یک دوست. او برایم نوشته بود: راستی اگر در خانه زیبا در ساختمانی مثل آپارتمان روبرو زندگی کنی، وقتی پشت میز نشسته و غذا میخوری، وقتی در حال تماشای تلویزیون هستی، آیا هرگز به ذهن تو میزند که پشت دیوار این ساختمان ممکن است زنی تنها با کودکی معصوم در میان دود و دشنه و درد زیر چادری لرزان جا خوش که نه که ناخوش کرده باشد؟ او در ادامه نامش نوشته بود: اساعه ادب نباشد، قصدم طعنه به تو نیست، اگرچه پناه دادن به این زن فرمان بیدرنگ وجدان است و باید به آن گوش سپرد، اما میدانم که این کار با این که لازم از جنس درمان نیست، چرا که زخم بزرگتر از این حرف هاست. قصدم از این روایت این است که تنها لحظاتی، دقایقی بر مورگهای احساس من تلنگری بزنم، تلنگری، تکانه‌ای که هر روز باید باشد، تکانه بیداری. و این منم، زن تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست‌های سیمانی. زمان گذشت و ساعت 4 بار نباز. امروز روز اول دی ماه هست. من راز فصل‌ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. بی کس است و تنها در میان چادری کنار مخروبه‌ای، همسایه با زباله ها و خاکروبه ها. از چشم دوربین روی می گیرد و شرم می کند. پیداست از این دست زندگی کردن را تازه آغاز کرده است. از همسرش چیزی نمی گوید، می گوید بی خبرم. از او می پرسی: هیچ کجا نیست که به آن مراجعه کنی؟ شاید سرپناهی، شاید کمکی. خنده‌ای تلخ می‌کند با جمله‌ای کوتاه: در این مملکت هیچ کس به فکر ما نیست، راضیم به مرگ به جای این زندگی. خودت را که به جای او بگذاری، نمی‌توان تصور کنی چطور می‌شود اینجا زندگی کرد.
نه دستشویی و حمامی، نه ظرفشویی و آشپزخانه. صبح که بر میخیزی از خواب، نه شیر آبی هست و نه آینه‌ای که چهره در آن تازه کنی و آبی بزنی به رخساره. چهره کثیف و گونه‌های خشکیده فرزندش نشان از سیلی باد سرد زمستان دارد و ماندن برای ساعت‌های متمادی در فضای باز. او روروکی صورتی دارد که بهترین وسیله ساکت کردن اوست تا مادر بتواند دمی آسوده از اشک‌ها و فریادهای بیگناه کودک با دربدری‌هایش دست و پنجه نرم کند. او میگوید به خدا تنها به خاطر همین بچه است که زندگی میکنم. جان میکنم و دست به هر کاری میزنم، از گدایی گرفته تا فروش زایعات، تا فقط شکم این بچه را سیر کنم. او کودکش را نوازش میکند و بغض گلویش را میگیرد. میگوید مونس شبهایم همین بچه است که در گوشش لالایی میخوانم از بی کسی. باز هم به یاد شعر فروغ میفتم و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد. با این همه با خودم میگویم مادرم، خواهر، سوگند میخورم که ما، که تو در آستانه فصلی سرد نیستی. فصل سرد به پایان خود نزدیک می شود. این قانون هستی است. هستند کسانی که رنج تو را می فهمند. آنها نه فقط می خواهند زخم تو را درمان کنند، که می خواهند به جای مرهم بر گلبوته ها زخم دشنه ها را بشکنند، دست نامردمان حاکم را دور کنند از تو که ناموس این آب و خاکی، از تو که مرا به جوش می آوری و اگر از درد تو قلبم چاک نشود شایسته نام آدمی نیستم. در همسایگیمون یا دوستانمون کسانی بر اثر تصادف فوت میکنن یا مصدوم میشن، تلاش میکنیم با اونها همدردی کنیم. در بسیاری از مواقع بر اثر تصادف یا یک نانآور خانواده از دست رفته، یا کودکانی مادر و پدرشون رو از دست دادند و یا پدر و مادرهایی فرزندانشون رو که با هزار مصیبت بزرگ کردن مجبورن به خاک بسپارن. حالا اگر این وضعیت رو ضرب در آمارهای وحشتناک تصادفات در ایران بکنیم، خواهیم دید که روزانه بر اثر غارتگری‌های رژیم آخوندی چه حجمی از مردم ایران به سود می‌شینند و زندگی‌هاشون دستخوش فلاکت میشه. نگاهی داریم به آمارها و نمونه‌ها. مرگ در تصادفات به دلایل ساده. در 9 ماهه اول سال 93 در واقع 53% از تلفات ما متاسفانه مربوط بوده به عابرین پیاده. این عدد سال گذشته 40% بود که در حال این تفاوت 13% رو داره. در
در واقع جرحی های ما هم از 32 از 31 درصد سال گذشته به 32 درصد افزایش پیدا کرده. من در مجموع یعنی منحصل مجموع هر دو آیتم یعنی تصادفات منجر به فوت ما و منجر به جرح ما افزایش 1 درصدی را میتونم که عرض کردم نشون میده. افزایش تصادفات به اعتراف سرکردگان نیروی انتظامی نشان از سمت و سوی وخامت بیشتر وضعیت جاده ها دارد. روزنامه حکومتی مردم سالاری به نقل از یکی از کارگزاران رژیم به نام شهرام جباری زادگان معاون سازمان ترافیک تهران نوشت: طی 7 ماه اول سال جاری 10914 نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند که به معنای کشته شدن متوسط روزانه 50 نفر در این سوانه است. وی افزود 18250 کشته و 365000 مجروح آمار سالانه تصادفات است، یعنی در هر 29 دقیقه یک نفر در حوادث ترافیکی کشور کشته می شود. بسیاری از این مرگ و میرها به دلایل بسیار ساده اتفاق می افتد و برای کاهش آنها نه بودجه کلانی می خواهد و نه پروژه طولانی، بلکه شدت دزدی در کارگزاران رژیم اجازه ساخت یک پل را نیز از مردم دریغ کرده. اینجا انتهای خیابان محمد آباد قرچک کمربندی جنوبی. بعد مشکلی که ما داریم اینجا در رابطه با این ریل راهنه، وجود ریل راهنه، بعد گذرگاهش یه جوریه که غیر استاندارده، متوجه هستید که میتونید نگاه کنید. بعد دو روز یه بار اینجا تصادف میشه، صحنه‌های دلخراشی میشه. آوردن فقط یه دونه پروژکتور گذاشتن اینجا، اون پروژکتور هم هیچ، فقط یه ذره روشناییشو زیاد کرده، یه طرف همونجوری باز بدون مانع هستش، راننده ها نمیبینن و میان میزنن. حالا چند بار حادثه روی این ریل اتفاق افتاده؟ خیلی، هر 10-15 روزه یه ماشین اینجا از بین میره، چند نفر کشته میشن، 2-3 نفر کشته داد اینجا. این ریل آن حقیقتی 20 ساله که خودم اینجا کاسبم، تصادف اینا زیاد میشه، امنیت نداره. شب علائم هشدار دهنده اصلا داره؟ خیر، هیچی نداره، هیچی. بر اساس اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم، طی 20 سال گذشته تعداد خودروهای کشور از 5 میلیون به 17 میلیون رسیده است. اما عدم سرمایه گذاری بر روی بهسازی جاده های موجود، بیش از 40 درصد این جاده ها در وضعیت بد و بسیار بد قرار دارند. پرواضح است که علت عدم سرمایه گذاری در جاده ها غارت درآمدهای نفتی و غیر نفتی کشور طی 20 سال گذشته بوده است. کار دزدی و اختلاس از بودجه های کشور توسط کارگزاران رژیم به جایی رسیده که حتی از ساخت یک پل زیرگذر برای جایی با این حد از تصادف هم در امان نمانده است. اینجا مشکلاتی که داریم هر روز تصادف. این زیرگذر الان 8-9-10 سال اومده، بودجه شو نمیدونم چیکار کردن. زیرگذر باید بشه، زیرگذر رو انجام نمیدن. این ریل راهن الان چندین سال پل زیرگذر میخوام بزنن. اینجا امنیت دارن این موقع؟ خدا نکرد. به خدا اصلا بچه ها رو ما بردیم تو زندانی، اصلا به خدا قسم اصلا ما نمیدونم چیکار کنیم. آنچه که رژیم آخوندی از آمار مرگ و میر در جاده های ایران بر جای گذاشته، حضور سالها در صدر جدول بیشترین آمار مرگ در تصادفات جاده‌ای در دنیا است. در پایان برنامه زمان برخاستن هستیم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.